امروز پس از 5 روز بررسی صلاحیت وزرا، 3 وزیر پیشنهادی احمدی نژاد برای کابینه دهم با رأی مخالف اعضای مجلس از حضور در کابینه باز ماندند. در بین زنان پیشنهادی از جانب احمدی نژاد، مرضیه وحید دستجردی توانست با 175 رأی موافق، 82 رأی مخالف و 29 رأی ممتنع نام خود را به عنوان اولین وزیر زن پس از انقلاب اسلامی ایران به ثبت برساند. سوسن کشاورز و فاطمه آجرلو وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و رفاه نتوانستند رأی اعتماد اکثریت مجلس را کسب کنند. در همین حال محمد علی آبادی رئیس سابق سازمان تربیت بدنی و وزیر پیشنهادی نیرو نیز با 117 رأی مخالف و 32 رأی ممتنع از برتن کردن ردای وزارت ناکام ماند. به این ترتیب 18 تن از 21 وزیر پیشنهادی احمدی نژاد توانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند. بر اساس آمار ارائه شده در سایت خانه ملت، سایت رسمی مجلس شورای اسلامی، وزرایی که در رأی گیری امروز بیشترین آرای موافق را کسب کردند عبارت بودند از احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با 227 موافق، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری با 225 رأی موافق و سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی با 224 موافق. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد وحیدی وزیر دفاع جدید که در ارتباط با بمب‌گذاری در مرکز اجتماعی یهودیان آرژانتین در بوینس آیرس تحت تعقیب پلیس بین‌المللی اینترپل قرار دارد، امروز گفت که گزینش او سیلی محکمی به صورت اسرائیل است. همچنین روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری ایران امروز اعلام کرد که اولین جلسه هیئت دولت روز یکشنبه هفته آینده در مشهد برگزار خواهد شد. به این ترتیب در آن جلسه حجت الاسلام حیدر مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات، منوچهر متکی به عنوان وزیر امور خارجه، سید محمد حسینی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصطفی محمد نجار به عنوان وزیر کشور و سید مسعود میرکاظمی به عنوان وزیر نفت حضور خواهند داشت. سخنان سردار جعفری مبنی بر قصد اصلاح طلبان از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دهم برای تضعیف جایگاه رهبر جمهوری اسلامی با واکنش شدید اصلاح طلبان مواجه شد. سردار جعفری در سخنان روز سه‌شنبه خود گفته بود محمد علی افتحی در اعترافاتش گفته است که خاتمی، فاتح و مهدی هاشمی می گفتند برنده شدن در این انتخابات خیلی با انتخابهای دیگر فرق دارد. در این جریان اصولگرا و رهبر دیگر نمی توانند سرشان را بلند کنند و این به معنای یک سر کردن کار است. حسن روحانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان امروز با تاکید بر اینکه اتهام زدن به شخصیت‌ها ضربه کاری به نظام جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد گفت این حرمت شکنی‌ها سرآغازی خواهد بود برای اینکه هیچ کس احساس اطمینان و امنیت نکند. وی از روند برگزاری دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات نیز انتقاد کرد و گفت اینکه در دادگاهی از افراد غایب بدون اثبات جرم نام برده شود و یا اتهامی به او وارد شود با مقررات دینی و قانونی منطبق نیست. در همین حال محمد رضا تابش رئیس فراکسیون اقلیت مجلس نیز دیروز خواستار محاکمه کسانی شد که مجوز ورود سپاه به انتخابات و اعترافگیری ها را دادند. مهدی کروبی نیز امروز گفت نظرم این است که آقایان این همه به مسائل سیاسی و دستبندی نپردازند، چرا که خود این موضوع برای سپاه مضر است. اگر کسی به این بحث ها وارد شود بحث های دیگر نیز پیش می آید. اعضای مجمع روحانیون مبارز نیز دیروز با انتشار بیانیه‌ای سخنان جعفری را محکوم کردند و نوشتند فرمانده سپاه با دروغی بزرگ و تهمتی ناروا علاوه بر این که بی‌اعتباری به اصطلاح اعترافات افراد دستگیر شده را بیش از پیش نشان داد، به نهاد ارجمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جفا کرد. ابوالفضل فاتح رئیس اسبق ایسنا و مسئول ستاد اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی موسوی نیز امروز با انتشار نامه‌ای گفت بر آقای افتحی حرجی نیست، اما فرمانده محترم سپاه آقای جعفری چرا؟ و مصیبتا اگر چنین تحلیل‌هایی مبنای عمل نیز قرار گرفته باشد که متاسفانه در موارد بسیاری چنین شده است.
این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com